هستی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با آموزش شیرینی جوی دوسر. خیلی هم خوب. جوی دوسر رو معمولا ما تو سوپ میریزیم. بله. امروز قراره با شیرینی درست کنیم. خیلی بله. عالی. مواد رو میگم خدمتتون. بله. پودر قند داریم 1/2 پیمانه، کره داریم 113 گرم، جوی پرک جوی دو سر پرک 1 پیمانه، شکر قهوه‌ای 1 پیمانه، آرد 1¾ پیمانه، شکلات چیپسی 1 پیمانه، تخم مرغ 1 عدد، وانیل 1¼ قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری. بسیار عالی. روش کارمون به این شکل هستش که کره رو یه چند تا فوت کوچیک داره که برای رعایت باشه که شیرینی خیلی خوبی به دست بیاد. کرمون نباید خیلی یخ زده باشه، نه اینکه خیلی شل و وارفته باشه. به دمای محیط رسیده باشه ولی شل نشه. کره که به دمای محیط رسیده رو به همراه پودر قند و شکر قهوه‌ای. شکر قهوه‌ای هم که همیشه بر روش رو بپوشونیم که خوش نشه. شکر قهوه‌ای هم دو مدل داریم، یه مدلش روشن‌تره، یه مدل تیره‌تره. انواع تیره‌ترش استفاده کنم مزه بهتری بهش میده. مخلوط میکنم با همزن، به مدت 1 دقیقه میزنم، بیشتر نمیزنیم چون توش شکر قهوه‌ای داریم. میزان زیاد زدن ما توی این شیرینی باعث میشه شیرینیمون خشک بشه. بله. به مدت 1 دقیقه میزنیم در حدی که موادمون کاملا مخلوط شه. موادمون با هم مخلوط شد، همزمان تخم مرغ و وانیل رو اضافه میکنیم. و مجدد به مدت 1 دقیقه هم میزنیم. مخلوط آرد و بیکینگ پودرمون رو به مواد اضافه میکنیم. آرد خوب به خورد موادمون رفت، همزن کنار میذاریم. جوی پرک دو سرمون رو به همراه شکلات چیپسی اضافه میکنیم و با لیسک هم میزنیم. الان که پیامک ها رو میدیدم خانجوی عزیز، دوستان سوال کردن که خب چه فرقی جوی دو سر با جوی معمولی داره؟ پرک شده است. بله. بله. برای توی شیرینی اصلا مناسب نیست، چون مدت زمانی که ما میدیم برای پخت شیرینی نهایت 10 دقیقه تا 1 رو به مطمئنم پخته نخواهد شد. حتی این شیرینی شیرینی تورده نه؟ تورد نه، نرم. نرمه؟ آخه جو معمولا. نه خیلی شیرینی نرمه. عزیزان فقط برای نگهداریش بعد از پخت و زحمت بکشن توی ظرف دربسته نگه دارن به خاطر وجود شکر قهوه‌ای. چون شکر قهوه‌ای داره هوا که بهش بخوره ممکنه خوش بشه. خب موادمون که خوب مخلوط شد و به این شکل در اومد، از اسکوب یا قاشق‌های اندازه‌گیری استفاده میکنن. به شکل توپی در میارن، کف سینی فر حتما قاشق کاغذ روغنی میذاریم، شیرینیامونو با فاصله میچینیم توی فری که از قبل گرم شده با دمای 375 درجه به مدت 15 دقیقه میپزیم. فقط عزیزان دقت کن، بعد از 10 دقیقه که گذشت در فر رو زحمت میکشن باز میکنن، کف یکی از شیرینیاشون رو چک میکنن، باید کف شیرینیشون تقریبا طلایی رو به روشن باشه. بله. بعد از اینکه این طلایی رو به روشن شد، فر رو خاموش میکنن، شیرینی ها رو از فر در میارن، داخل خود قالب میذارن، خنک میشه، بعد از قالب جدا میکنن.
در نهایت هم که نوشه جام میکنه. دو تا سوال دو بینندگان عزیز پرسیده بودن، یکی اینکه توی آون توستر میشه درست کرد؟ بله توی آون توستر میتونن استفاده درست بکنن چون اونها درجه داره، میتونن تنظیم کنن استفاده کنن، ولی تو مایکرو خیلی نمیشه درستش کشید، این تو خیلی خشک میشه. دو اینکه این گلا رو سوال کردن که خوراکی هستن یا خیر؟ بله خوراکیه، حالا ان شاءالله قسمت شد. توی برنامه ها من از ابتدا شروع میکنم آموزش میدم که به چه شکل با پودر قرنینه تهیه میشه. دست شما درد نکنه.